بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برادران محترم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هفته گذشته یک بحث مقایسوی را در خلافت عثمانی ها شروع کرده بودیم که چی عوامل بود که خلافت عثمانی ها به اوج قدرت خود رسید و باز چی عوامل شد که اینا سقوط کردن. و در قسمت عوامل سقوطشان گفتیم که دو عامل است، یکی عامل داخلی و یکی هم عامل خارجی. تقریبا سه موضوع از رو بحث کردیم که عواملی که سبب قوت میشه، عکس از او سبب ضعف میشه. اولی عاملی که خلافت عثمانی ها بر پا شد، عامل قوت از اینایی بود که خلافای جیل اول یا نسل اولی که از چندین نسل اول از عثمانی ها، اینا تمسک بسیار قوی به دین داشتن. الله سبحانه وتعالی میگه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما نصرت دین الله را بکنین الله شما را نصرت میکنه و شما را ثابت قدم نگاه میداره. پس اگر کدام وقت ما و شما در هر جای در مقابل کفار شکست میخوریم، اول باید سر اعمال خود و سر افکار خود و سر اعتقادات خود و سر فکر خود باید تجدید نظر بکنیم. چون اکثرا انسان، شیطان انسان میلغزانه، لغزش های چی هسته؟ لغزش فکری هست. از این خاطر عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ای بره تابعین کرام و دیگه کسایی که بودن نصیحت میکرد، میگفت شما حتی اصحابی که زنده هستن، میگفت شما سر از یا اقتدا نکنین، اقتدا سر از او اصحاب رسول الله سم بکنیم که اونا فوت کردن. چرا زنده ها همیشه در چی هستن؟ در معرض فتنه و امتحان است. یک نفر را ببینی که در اوج تقوا و ایمانداری و قوت است، یک دفعه سرش امتحان میه و چی میشه؟ بالاخره امی انسان شکست میخوره و او بیدینترین انسان ها میباشه. از این خاطر انسان مسلمان دعا میکنه که اللهم ان اردت بعبادك فتنه، یا الله اگر بر بنده هایت یعنی اراده فتنه و امتحان داشتی، فاقبدنی الیک غیر مفتونین، پروردگار مرا قبض بکن، روحی مرا. چرا که بعض اوقات که انسان در امتحان فتنه میه بسیار سخت میباشه. از این خاطر خلفای عثمانی در آغاز که بودن، اینا در اوج ایمانداری و تقوا و ایمان بودن، به این خاطر اینا تانستن که یک خلافت یا یک دولت اسلامی بسیار قوی را بسازن. ولی پسان وقتی که این خلافت آیسته به شکل ارثی و میراثی از این پدر به این بچه دیگر رسید، تا ده خلیفه اول بسیار قوی بودن، یازدهم و دوازدهم هم تا اساساک شد، بین ضعف و برادرها بین خود بزن و اختلافات شروع شد و قدرت طلبی شروع شد، یعنی جانب دینداری چه شد؟ ضعیف شد و این سبب سقوط از اونها شد. باز دومی چیزی که ویرام دفته گذاشته گفتیم، سرش زیاد استاد نمیشم، این بود که در آغاز خلفای عثمانی عادتشان همی بود که شریعت الله را تطبیق میکردن. شریعت الله کامل است. وقت انسان هر قدر به عقل خود فکر بکنه، من میال 52 ساله هستم، هر کاری را که به عقل خود کردیم پشیمان شدیم، هر کاری را، و هر کاری را که به اساس شریعت کردیم از او راضی بودیم. چرا انسان نتیجه کار خود نمیفهمه؟ امروز یک چیز را فکر میکنی که به نفع تو است، فرداش میبینی به ضرر تو است. یک وقت حکومت کمونیستا بود، چند تا صنفی ما تو جهرن گپ میزدن، نفتنی که حکومت کافری است، بیدین است، چطور است. ما بسیار دیپلماسی میکردیم، معسل بودیم، تو بسیار نرم گپ میزدیم، میفتیم نه بدر اعتیاد کو. او سنفی ما بندی شد، ما بندی نشدیم.
یک وقت شد که او سنفی ما که بندی شده بودن چند سال بعد وقتی که رها شدن حافظای قرآن هم بودن، خوب علما بودن، در زندان بسیار چیزا را یاد گرفته بود. ما اونم بود تنبلی که بودیم و بودیم ماندیم. پس پسان فهمیدیم گفتیم کاش که اون وقت تتزیا ما هم بندی میشدیم. امیال از ما کده با افتخارم زندگی میکنه و الله برشان اجران داده و زندگیشان خوب است. ما که دیپلماسی کردیم قدر زیاد از اوشیاری خود کار میگرفتیم، چیز نمیگفتیم. یگان جایی که حق هم میبود خود جوان بودیم، تیر خودم میوردیم نمیگفتیم. پس اگرچه آزاد ماندیم لیکن اونا در بندی شدن برشان فایده بود. پس آنچه را که شریعت الله برای انسان حکم میکنه، انسان مسلمان باید به می فکر باشه که از ما از تو کده الله برای تو مهربان تر است. یعنی از خودت کده الله برات مهربان تر است، از مادرت هم کده الله برات مهربان تر است، از پدرت هم کده الله برات مهربان تر است. بنابراین وقتی که الله یک حکم میکنه ولو که در حکم الله ظاهرش موتو سختی ببینیم، مشکل ببینیم، لکن او به منفعت ماست. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله میگه بسیاری وقتا یک چیز خوشتان میه اما به ضررتان است. و عسى ان تكرهوا شيئا، بعضی اوقات یک چیز را بد میبینین و او به نفع شما هست. پس نباید مهربانی خود، مهربانی پدر خود، مهربانی خانم خود، مهربانی مادر خود با مهربانی خالق متعال مقایسه بکنیم، بلکه بگوییم که اونمو حکم الله که در او هر قدر سختی باشه او بر ما بهتر تر است نسبت به امو مهربانی مادر یا پدر یا دوست یا رفیق یا هر کسی که باشه. پس شریعت الله نجات است. شریعت الله هست که برای انسان عزت میده. شریعت الله هست که حاکمیت الله را نصیبت میکنه. شریعت الله هست که خلافت خود الله بر تو میده. به سبب چی میده؟ به تطبیق شریعت الله میده. وقتی که الله از تو راضی شد حکومت اسلامی را هم برات میده. چرا برای ما نظام اسلامی را نمیده؟ چون ما مستحق از این نیستیم. ما اونمو ظرفیت ایمانی که ما داشته باشیم امور نداریم. اگر داشته باشیم ان الارض یرثها عبادی الصالحون. الله قاعده وقتی که قاعده را بیان کرد و قاعده تغییر نمیکنه. پس الله میگه که این زمین کسی یرثها، میراث خور از این زمین کی است؟ عبادی الصالحون. ما اگر صالح باشیم اینمی خلافت زمین از ما و شما هست، حاکمیت حکومت از ما و شما هست، به شرطی که ما خود ما به شریعت الله چی باشیم اما تو واقعا شریعت الله را تطبیق بکنیم. ولی مشکلی شده که یک مسلمان مجردی که یک دو روز برش قدرت داده شده این امو شریعت الله را امو قسمی که الله میخواد تطبیق نتانسته. وقتی که نتانسته الله برش اونمو حاکمیت و امو حکومت و امو خلافت برش نداده. پس تا زمانی که عثمانی ها شریعت الله را تطبیق میکردن یک خلافت بسیار قویه که این خلافت از اینا حکومت از اینا میرفت روز به روز در داخل اروپا مناطق اروپایی را روز به روز فتح میکردن. اما روز در فتح بودن اتا تانستن که قسطنطنیه که بازور اسلامبول نامش ماندن باز اتاترک مرتد آمد بازور استانبول تبدیل کرد. اونمو قسطنطنیه که بسیار جای قوی بود برای امپراتوری رومانی ها امور هم مسلمان ها فتح کردن، در اوج قوت و قدرت بودن. چرا؟ یا امو ایمان خود داشتن حفظ کردن. پس آن وقتی که اینا چی کردن؟ آمدن قوانین غربی را داخل کردن در شریعت اسلامی. خلافت زنا یکی از اسباب سقوط چی بود؟ قوانین را داخل کردن که ولاسه مثل که حال بسیاری ملاها هستن علا دموکراسی را داخل میکنیم، علا پلورالیزم داخل میکنیم، علا سوسیالیزم داخل میکنیم، علا فلانی را این علا هر قانون کفری را که داخل شریعت اسلام کردی خود به خود او خو شریعت الله را از بین برده نمیتونه. او شریعت الله هست اما چی میشه؟ اما باز نظام تو و حکومت تو از این خاطر حکومت از اونا یکی از اسباب سقوطش امی آوردن قوانین غربی بود که در اصل سلطان محمود که یکی از سلاطین عثمانی بود این چی کرد؟ بسیاری از یکی بعضی از تنظیمات است، یکی قوانین است. فکرتان باشه بعضی از تنظیمات است، بعضی از قوانین است، بعضی از مسائل است که انسان میتونه نظم و ترتیب دقل از دیگرا چیز کنه، از دیگرا مثلا بگیره. مثلا ما ترتیب و تنظیم جور میکنیم. مثلا ما میخواییم که
20 منزله بسازم. پس میخوایم از همین ساختمان 20 منزله خود از یک ساختمان 20 منزله یک کشور اروپایی کپی بکنم. این پروا نمیکنه. و یا ترتیب و تنظیم مثلا از عسکر است و دیوان داشته باشه و مثلا چه قسم فرقه داشته باشه و بعض تنظیمات است. مشکل در تنظیم و ترانه است که ما بعضی چیزها را از اونا بگیریم. مشکل در این است که قانون کفری از اونا را بیاریم به جای شریعت الله داخل چی کنیم؟ داخل نظام اسلامی بکنیم. و این قوانین وقتی که داخل کردن مثل که امروز میخوان به نام حقوق زن، علو حقوق زن است. حقوق زن پیش غربی ها چی است؟ که زن باید از خانه براید، زن باید مثلا 18 ساله شد اختیار به دست خودش باشه، 12 بجه شب اگر دختر خانه خود آمد پدرش برای دو چیز گفته نتانه، بچه اگر مثلا رفت پدرش باید برای چیز نگوید، اگر دختر خواست که مثلا امرای یک پسر به اختیار خود زنا بکنه ای باید کس برای چیز نگوید. اینی قوانین غربی است که غربی ها میخواهد داخل بکنه در چی؟ در بین مسلمان ها. و متاسفانه بعضی قوانین دمی هر قانون از اونا چی هست؟ یک زار است. یعنی هر قانون غرب که هست او یک زار هست که بالاخره او زارش انسان مسلمان هم میکشه. و مشکلی شد که در بعضی از خلفای عثمانی قوانین غربی را آوردن و داخل کردن در چوکات خلافت مسلمان ها. و اینمی مزج یا اختلاط بین شریعت اسلامی و قوانین غربی زد پایه های خلافت اسلامی را چی ساخت؟ از داخل ضعیف ساخت. ضعیف چی مانا ضعیف ساختش؟ که مسلمان ها ضعیفتر شدن. او عقیده و او ایمانه که چرا ما مثلا چرا یک نفر مثلا شریعت الله هست به عوض یک قانون غربی را میرن؟ معلوم میشه که در عقیده از این است که بعضی چیزا در این قانون خوبی ها هست که در شریعت اسلام نیست. پس شریعت اسلام چی کرد؟ ناقص فکر کرد، خراب فکر کرد. اینمی ضعف عقیده که شد دیگه چی شد؟ این خود به خود ضعف عقیده میشه. اگر تو میگی که شریعت الله شریعت خوب است و کامل است و تا روز قیامت بر زمین به شریعت فرستاده شده است و این تنزیل من رب العالمین است، پس وقتی که هیچ مشکل نداره چی نیازی داری که باز میری قوانین از اونا را کش کرده میاری برد؟ این آوردن قوانین غربی در حقیقت چی است؟ در حقیقت ضعف فکری هست برای یک مسلمان صاحب عقیده. پس عقیده از این جور نیست. عقیدهش خراب است. عقیدهش خراب است. یکی ما سر حکم کفر میتاریم کرده یا نمیتاریم کرده، لیکن عقیده چی است؟ عقیده راسخ نداره. مفتی نیستیم که سرشال حکم بکنیم که والا تو صاحب کافر هستی. تو را باز الحمدلله مفتی ها زیاد داریم که این قسمت ها را سرش بحث بکنه. منتها دلالت به چی میکنه؟ به ضعف عقیده این انسان میکنه و دلالت به این میکنه که او به شریعت الهی قناعتش حاصل نشده. به این خاطر قانون غرب میاره به نام حقوق بشر یا به نام حقوق انسان یا به نام حقوق حیوان یا به نام حقوق طفل، این رو باز داخل میکنه در چوکات امو قوانین اسلام. دیگه از اسباب قوت مسلمان ها این بود که در آغاز دولت مسلمان ها در آغاز دولت یعنی لشکر مسلمان ها مجاهد داعی بود. متوجه هستین؟ مجاهد داعی. اینجا شما یک چیز فکرتان باشه، انسان ضعیف کدام یکیست؟ انسان قوی کدام یکیست که هم داعی باشه هم مجاهد باشه؟ و ما دفته گذشته قصه خالد ابن ولید رضی الله عنه را در داخل معرکه براتون کردم که چه قسم در عین میدان جهاد خالد ابن ولید دعوت هم میکنه و بالاخره جان مقابل در داخل میدان جهاد به اساس دعوت خالد ابن ولید مسلمان میشه. و به این شکل مثلا شما ببینین وقتی که مجاهدین حرکت کردن از طرف سوریه آمدن اینجا، در قریه که سابق تو قریه ها بودن، هر قریه باز یک دروازه داشت، چهار طرفش دیوال داشتن. قدیم سیستم همین قسم بود. وقتی که مجاهدین در یک منطقه آمدن، مثلا یکی از ولایت ها را فتح کردن، که فتح کردن این قریه دیگه یا همون ولایت دیگه که وا هم چیزا را نفرهای خود روان کردن که برین بعد از فتوحات در اینجا چی واقع شدن. وقتی که اونا دیدن اخلاق مجاهدین، ایمان مجاهدین، تقوای مجاهدین، عدالت از اینا را وقتی که دیدن، و او وقت همین مناطق فلسطین و آل سوریه میگن و مثلا این مناطق که بودن منام بلاد شام میگفتن، این بلاد شام در سابق تحت تاثیر امپراتوری چی بود؟ که رومانی بود. وقتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله این طرف آمدن و
ظلمی که رومانی ها میکردن، در مقابل از او اخلاق و او ایمان و او تقوایی که صحابه داشتن، وقتی که اونها دیدن این لشکر اسلام اگر یک جای فتح کردن با جنگ شد، او دیگهش خودش نفر روان کردن که صاحب ما آماده هستیم، فقط بینیم از کرای رومانی رو بزنین، ما ملت کسیم که شما هستیم. و بسیاری مناطق همین قسم میشد که خودشان نفر روان میکردن و برای مسلمان هم. آغاز خلافت عثمانی اما تو یک مردم های دعوتگر و دیندار و با ایمانی بودن، اما پسان وقتی که شد لشکر جنگی شد، مجاهدی که تنها جنگ میکرد اما بخش دعوت نداشت. اینی ضعف دعوت در صف مجاهدین، ای که مجاهدی که داعی نباشه، این سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که مردم متنفر از دین میشه و متنفر از این حکومت و از این نظام میشن. حالا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن در مکه مکرمه، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم سر خود به اندازه در پایین گرفته بود، در وادی داخل شدن در روز فتح مکه با 10,000 مجاهد داخل شد و سر خود به اندازه پایین گرفته بود که حتی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم به مو گردن شترش، در کتابای حتی سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیک بود که مو گردن شترش بخوره، به خاطر تواضع که تو شموخ میگن عربا که بسیار بینی خود بالا میگیری و کتک کتک در این قسمی، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار متواضع بودن. و وقتی که مردمایی که در خانه آپات شده بودن، طفلکای خود روان کردن که تو برو این مجاهدین که امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن یا چی میگن، دید که هر کدام از اینا در روی زمین در سر خاک افتادن و سجده میکنن، بازی که بت ها را شکستاندن و سجده میکنن و میگن یا پروردگار، این مردم جاهل بودن، نمیفهمیدن، به خاطر بیخبریشان ما را لعنت کردن، ما را اذیت کردن، ما را دشنام دادن، ما را از خانه ما کشیدن، یا الله امون نور ایمانی که نصیب ما کردی در قلبهای از اینا هم داخل بکن. وقتی که مردمی میره در خانه میگه اما تو میگن، میگه بله همین قسم میگن، اولاداشون میره اما تو شنیدی، همین قسم تو میگه، گریان میکرد، بله به نفع ما، بس بنام نفع ما و شما، میگه یا الله این بیچاره نمیفهمن، یا الله اینا را نور ایمان در قلبشان، قلبهایشان با نور ایمان منور بساز. و همین علت میشه که بسیاری از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همین دعوتشان و اخلاقشان سبب چی میشه که اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، فوج صاحب داخل شدن در کجا؟ فوج داخل شدن در اینجا. از ما و شما چرا مثلا امروز در دست روس و امریکا و کلیگی افتادیم؟ وقتی که مجاهدین در افغانستان داخل شدن، زدنک از چنگه و از توره در بزن او رو بزن او در مقابل از او جیبا بگی او رو بگی، کافرام از یه استفاده کردن، فارسیوان ها صاحب کمونست های فارسیوان ها در بغل خود گرفت، پشتو زبان ها کمونست های پشتو زبان ها در بغل خود گرفتن، مسلمان ها را اختلاف ها دیگه ورأيت الناس يخرجون، بسیاری مردم در افغانستان بخیر مرتد شدن، امیال بسیار در خارج که بینه که حال خود افغانستان خود نمیگن، اقلی مرتد است، اقلی کافر است، اقلی بیدین است، که مردم بخیر از دین بر آمدن. چرا؟ به اساس بد اخلاقی و به اساس اینه میشید یک نفر بیچاره که رشتر فرسرش میکن خوب است، چی است؟ خب تو کجا؟ او تو کمونیست است. کجا کمونیست است؟ ما وقت تاپا گرفتم ایران کمونیست بگو، رام کمونیست بگو، بگو کافر بگو، کافر بگو، آخرشم و بالاخره این سبب ازی شد. عثمانی ها هم مشکلشان در آخر همی بود که مجاهد یعنی به چی تبدیل شد؟ به تنها فرد جنگی مبدل شد. فقط میرفت یک منطقه را میگرفت، در اون منطقه مثلا 20 سال 30 سال بعضی منطقه هست که در اونجا یک قرن مسلمان ها در اون منطقه حکومت کردن، لیکن امو دعوتی که نداشتن، وقتی که اینا سر ضعیف شدن امو مردم کلشان یارا کشیدن و برآمدن و اون منطقه هم به یک منطقه پس کفری مبدل شد. علتش چی بود؟ دعوت نیست. اما اگر دایی باشی، از این خاطر قاعده هست مجاهدی که دایی نباشه به اسلام ضربه میرسانه و دعوتگری که مجاهد نباشه به اسلام ضربه میرسانه. ایتون فکرتان باشه، ملاهایی که دعوتگر هستن مثل مواره و باز مجاهد نیست، بازی ها ملاهای درباری هستن، خب بازی ها تمام روز دیگه در موترهای لکس لکس چکر بزن و پلو بزن و دیگر اگر یک خوراک میخوری یا دا خوراک میخورن و باز فتواهای رنگ و رنگ پیدا کرده میره، از این خاطر باز اونو ملاه رسایی کنی اینه. پس باید اگر مجاهد هستی، اصل مجاهد هستی، باید در پالوش دعوتگر باشی و اگر دایی هستی باید چی باشی؟ مجاهد باشی. اگر نه که دعوتگر خالی شدی باز اگر تو چی میشی؟ باز اون یک دیپلمات منافقی که فقط دیپلماسی میکنه و برای ازیام کلی خود خم میکنه و برای ازیام کلی خود خم میکنه و کت ازیام جور میه و کت خلقیام جور میه و کت پرچمیام جور میه و کت سیکولارم جور میه، باز میگه والا فلانی مولای صاحب هیچ مخالف نداره، کلگی خوش داره، خب کت کلگی منافقت کردن،
کلی خدا برای خلقی هم خم کرده، برای پرچمی هم کرده، برای سیکولر هم کرده، برای بیدین هم کرده، برای نوکر امریکایی هم کرده، برای نوکر روس هم کرده، برای غلام ناتو هم کرده، برای کلش کرده. اینه پس هیچ مخالف نداره. اما باید چی است؟ در جوانی دیگه باید یکان مخالف داشته باشی، یکان بدبین داشته باشی، باید کافر تا را بد ببینه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بعضی اوقات که ما را میگه ولی فلانی تو را بد گفت، میگه شکر که بد گفت، خانه ایش آباد، خیر بینه که بد گفت. چرا؟ یهود است. چوچه یهود است، خوب است که از ما راضی نیستی مرا بد میگه. اگر یه خوب بگه باز نقص میشه. دیگه از اسباب قوت و ضعف تو مقایسه بی پیش میریم. دیگه از علت هایی که خلافت اسلامی در آغاز چی بوده؟ در آغاز اینجا انتشار تقوا بود در بین مردم. چی بودن؟ تقوا بود. یعنی مثلا سلطان محمد فاتح وقتی که حرکت میکنه برای فتح قسطنطنیه، در پالوی زی علمای اسلام هستن، علمای قوی قوی اسلام هستن، با تقوا هستن. از یک طرف سلطان محمود فاتح چی میگنه؟ میره برای استاد میشه برای توپچیه، میکنه که توپ جور میکنه، سرزوی استاد میشه باش میگه آفرین بچیم، خدا خیرت بده، توپ خوب جور کن، مری میاره خوب جور کن، او را تشویق میکنه. و علیکم السلام. از طرف دیگه امی سلطان محمد فاتح برای علما میگه که یه علمای اسلام، یا شیخ دعا کنین، شیخ علمای اسلام گریان میکنه که یا پروردگار مجاهدین اسلام چی کنین؟ مجاهدین اسلام شکن. و خودش اما تو سر هر لشکر خود میره و برشان میگه او مجاهدین، شما رسول الله صلی الله علیه و آله بشارت داده، رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد مجاهدین اینی گفته، و اگر قسطنطنیه را ما و شما فتح کنیم در زیر اینی حدیث داخل میشیم و اینی چیزاست. اینجا هست که امو تقوا و ایمانداری هست که در بین لشکر و در بین مردم و در بین لشکر علما هستن و 24 ساعت جماعت است و نماز است و عبادت است و تقوا هست و سجده هست و گریه هست و تهجد است. اینی هست. پسان که داخل خلیفه اول که خلاص شد، این خلیفه دیگه که آمدن در بین ازیه صاحب چی شروع شد؟ انتشار فساد شروع شد. حتی فساد به اندازه که یک لشکر به نام جیش انکشاری داشتن، انکشاری ها در بین لشکر صاحب شراب نوشی هم رواج پیدا کرد. وقتی که یا شد خود به خود مردم چی شدن؟ آل دیگه دینداری چی شده میره؟ انتشار فساد یکی از اسباب سقوط خلافت عثمانی بود که در اواخر شد. دیگر چی بوده؟ در اول که بود مسلمان ها عزت داشتن. این باید ما شما بفهمیم، ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. درست است که غیر مسلمان ها در زیر بیرق اسلام زندگی کرده میتونن، لکن بازو امتیازاتی که یک مؤمن موحد داره، بازو امتیازات کلش برای یک یهودی که در زیر بیرق اسلام زندگی میکنه و با یک نصرانی. درست است ما حقوقش را نمیتیم، اما به اندازه‌ای که یک مسلمان داره بازگو نیست که باز یهود بخیزه به امت آشکارا در روی های سرک بخیزه یهودیت نشر کنه و نصرانی بخیزه سر به نام آزادی و به نام مساواتی گپا. در آغاز حقوق غیر مسلمان ها در نظر گرفته میشد، لکن در چوکات شریعت اسلامی. پسان مشکل چی پیدا شد؟ مشکل ای پیدا شد که برای بعضی از امی عرب های یهودی و نصرانی به اساس قوم و قوم پرستی و گپا آنقدر اینا صلاحیت دادن و بیشی دادن که حتی بعضی از سلاطین، یکی از سلاطین از اونا به نام سلطان محمود میگفت که فرق بین مسلمان و غیر مسلمان فقط در معبدش است، دیگه هیچ فرق نداره. میتونه که جنرال شوه و میتونه قدرت بگیره و میتونه برای این کارا بکنه. میگم که وقتی که گپا رو شروع شد، اکثرا رهبرای احزاب قومی نصرانی ها بوده. اینو باز با شما در چیزش میخونیم که باز پسان وقتی که در بین خود خلافت اسلامی گروپ های قومی پیدا شد، اکثرا در رأس از اینا کی قرار داشتن؟ عرب های نصرانی که اینا آمدن. او عرب های نصرانی میخواستن همین چیزا که باید اینجا چی باشه؟ عوض اسلام قوم پرستی باشه. حال وقتی که تو قوم پرستی میکنی، یهود تو را بسیار خوش دارن. عمل دمیش خود افغانستان خوب تمویل کننده حرکت های پشتونیزم و فارسیزم و هزارانیزم و مثلا ازبکیزم و یگپا، همین تمویل کننده از یا کی هست؟ یهود و نصارا هست. چون اونا میخواد که تا روزی که مسلمان قوم پرست باشن، تا اونم روز قدس به دست یهود است. یعنی ایره با اسباب شما میخوانیم که همین خود قوم پرستی. پس این یکی از مشکلات دیگه بود که خلافت اسلامی را ضعیف ساخت و
غیر مسلمان ها یهود و نصارا را تقویت و پیشرفت داد. دیگه پنجمی علتی که بود، در سابق مسلمان ها از خود مدارس داشتن، از خود پوانتون ها داشتن، از خود مکاتب داشتن. خب این خوب است که خود مسلمان ها پوانتون های خود داشته باشه، مکاتب خود داشته باشه، تحت قیادت مسلمان ها باشه و در بین از او برنامه های اسلامی باشه. ولی از بعض مضمون های دیگه که هست، از ساینس و از فیزیک و از بیولوژی و از ریاضی، این علوم ساینسی که هست، این سرحد نداره و دین هم نداره. دو جمع دو مساوی با چهار، پیش کافر هم دو جمع دو چهار میشه، پیش مسلمان هم دو جمع دو چهار میشه. لکن اگر ما از علوم دیگر استفاده میکنیم، باید تحت چی باشه؟ تحت قیادت و علیکم السلام، تحت قیادت و رهبریت مسلمان ها باشه. اینجا چی مشکل پیدا شد؟ که مکاتب بیگانه را آوردن، مکتبای بیگانه را آوردن و سلطان محمد و بعد از آن فرزندش سلطان عبدالمجید یا صاحب آوردن دیگه برای خارجی ها گفتن بیاین در داخل خلافت عثمانی چی جور کنین؟ در داخل خلافت مکتبا و پوهنتونای خدا بیاین صاحب جور بکنین. اونا وقتی که آمدن رئیس پوهنتون، یک کافر، یک بیدین، یک خارجی، یک فرانسوی، یک امریکایی، او دیگه تمام روز برنامه ریزی وقتی که جوان ذهن خالی ده پوهنتون از او داخل بکنی، اکثریت از اینا چی هستن؟ گمراه میشن. همیال پوهنتونایی که مثلا به نام افغان امریکا هست و پوهنتونهای مثلا به نام بیروت امریکن یونیورسیتی مثلا هست یا مثلا پوهنتون قاهره و چطور است امریکا، در اصل اکثریت از اینا کشیشا هست و اونمو مردمای بسیار خطرناکی هستن که اونا کسایی را که تربیت میکنن. ما شما اکثرشون اونا میبینیم که زیر دستا از اونا چی استفاده های میکنن. پس در بین خلافت اسلامی یکی از اسباب سقوط خلافت اسلامی که خلافت اسلامی را ضعیف ساخت، تربیت شده ایجاد مکاتب و پوهنتون های خارجی بود که در داخل خلافت عثمانی میامدن کار میکردن و اونا بنام از این که ما میخواییم برای شما خدمت بکنیم، ساینس بیاریم میبینیم، امو زهر و امو کثافت و امو مخشویی و امو بیدینی و بیمانی و قوم پرستی را هم در ذهنیت از اینا چی کرد؟ اینا را هم داخل کرد. ششمی چیز دیگه که بود از اسباب پیشرفت مسلمان، در اول بهترین چیزی که هست برای در خلافت عثمانی چی بود؟ اول اسلام بود. وقتی که اسلام اساس قرار گرفته شد، باز قوم و قوم پرستی و زبان پرستی و از کدام منطقه هستی، از فلان هستی، مثل که بلال حبشی رو وقتی که پرسان کردن که ابن من انت، پرسان شد که یا بلال تو بچه کی هستی؟ او پرسان گفت که انا ابن الاسلام، من بچه اسلام هست و کل گیر قبول میکرد. این حال چی شد؟ تا زمانی که در خلافت عثمانی ها همین سیستم بود که در اونجا اصل اسلام بود، اصل اسلام است، اصل ما مسلمان هستیم. اما باز پسان ما حدود خانواده فارسی زبان یا پشتون یا تاجک یا هزاره یا فلان یا فلان، این قومای ما باز پسان است در اصل برای یک مسلمان دید. تا زمانی که در خلافت عثمانی ها اساس اسلام بود و این مسائل قوم و قوم پرستی گپانه بود، خلافت خلافت قوی و مسلمان ها متحد بودن. پسان چی شد؟ پسان به اساس اشتباهات داخلی، یعنی اتو نیست که مثلا ما بگیم نه والا صاحب فلانی آمد، فلانی کافر آمد، فلانی رو تکرد. کافر خوب 24 ساعت که عمله خود میکنه. کافر خوب 24 ساعت عمله میکنه. تا وقتی که تو ضعیف نشی، او عمله او چیز شده نمیتونه. اما مالک ابن نبی یک فیلسوف الجزایری است. او میگه که یکی استعمار است، یکی قابلیت استعمار است. استعمار در یک منطقه تا وقتی داخل نمیشه که مردم از اون منطقه را قابلیت استعمار نتا. اول تو آماده استعمار میشی، بعد از استعمار در جانت میای. والا که مردم خودش قبول نداشته باشه استعمار. حالا ما شما میگیم در افغانستان ناتو است، در افغانستان غربی ها هست، در افغانستان خارجی ها هست، در افغانستان کفر است. اصل فساد زیر پای تو هست. به خاطر اینکه تو راضی هستی، همین افغان راضی است به بودن آمریکایی، اینمی راضی هست به اونمون ناتو، اینمی کمونیست افغانستان رفتن روسا را گفتن که بیاین در افغانستان، افغانستان تو خوب جاست که می شما بیاین، خلاص افغانستان از شما هست. یا رفتن بر رضوا گفتن. چند سال بعد بازو مردم گفتن او ولی خبیث کمونیست ها ما را بازی دادن. یا گفتن که کل مردم آماده هست که اتحاد شوروی چه بیاین و افغانستان یکی از ولایات اتحاد شوروی شه. و اینمی مردم افغانستان است که برادمی آمریکایی و خارجی میگه که نه صاحب شما باید باشین، شما که اینجا باشین نظام خوب میشه. از این خاطر قابلیت در بین مردم است و بسیاری کسا حتی عوام الناس سوال کنی والا امریکا برای باز ما چی بخوریم، والا اگر امریکا برای باز زمین ها چطور میشن، والا اگر امریکا برای چی است، یعنی صفت رزاق الله را برای کی دادن؟ برای امریکا دادن.
فهمیدین یعنی یگان زاده. یک شب یک کس آمده و بسیار خدا هوشیار میگرفت. اسرائیل آب خوش میکنه، اسرائیل فلان میکنه. آخر ما که رسائل کردم که بیچاره ایش عقیده رو برش نصیحت کردم، گفتم بیاد تو یک چند درس عقیده رو بخوا. خیلی کل کاری که اسرائیل میکنه خالق متعال چی میکنه؟ کل صفات خالق برای کی داد؟ درست است اونا پلان های خدا دارن، برنامه های خدا دارن، مسلمان ها باید در مقابلش برنامه داشته باشن، لکن توکل به الله داشته باشن. باز بفهمن که مالک عزیز جهان که از رب العالمین الله هست، متوجه هستین؟ مالک یوم الدین الله هست، رب ما الله هست، دیگه چیز نمیشه. دیگه پس زمانی که پس وقتی که عصبیت و قوم پرستی تقدیم شد نسبت به اسلام، خلافت چی شد؟ از داخل ضعیف شده رفت، مسلمان ها ضعیف شده رفت. حال بسیاری کسا که هستن امیاله، بسیاری کسا هست خوب لنگی داره و ریش داره و مسلمان است و دیندار است، لیکن وقتی که قوم پرستی آمد باز اونجا ایمانش تحت صفر قرار میگیره. من پختانیو، من دسخ قومیو، من فلانیو، اون اصحاب برام پختانه 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 فارسی اون که ما صاحب تاریخ 5000 سال پیش داریم. کوکی تاریخ 5000 سال پیش داری؟ امیل اگه بابا کلانای زنده شه همو دمی توف میپرتا که تو چه قسم نواسی من هستی؟ ها؟ امو پدر کلانای تک تو سرش افتخار میگه وازد انگلیس بدن یا کت انگلیس بدن. حالا عکساش که بسیار زیاد است نه؟ این اصحاب میر مسجدی خان، این اصحاب مولای لنگ، این اصحاب مثلا ملا مشک عالم، این وزیر اکبر خان، عکس های زیر صاحب کلش نصب کرده. در بالی سر کلش عکس ملای مشک عالم باز در پالویش امریکایی شیشته. حالا ملا مشک عالم یک لعنت خدا سر تو، اما وقت مخکت انگلیس نشیشه بودم، اخو بخاطر ملا مشک عالم شدم که بزید انگلیس جهاد کردم. ما که میری مسجد خان شدم خب بخاطر ازی که من بزید چی؟ بزید انگلیس استاد بودم. حالا تو خب بزید من کت انگلیس استاد هستی باز نام من را در بالی سر کلیت، عکس من را بالی سر کلیت نصب کردی. یقدر یگان تارا که همین قرآن خو یگان دفعه میگه، میگه این کافراک هست ولیکن لا یشعرون، میگه یا شعور هم ندارن. شعور چی رو میگن؟ مثلا پشک کمی گوشت بخورن برش گوشت بیتینه تا شیشته باشه، یک تا گوشت پرتی قردن پالوگک شیشته میخورن. اگه گوشت چور کرد باز شعورن میفهمه که ما خود دوزی کردیم نه، میگروزه باز میخورد، اینجا نمیشینه. همین کافرا احیانا همین شعور همین پشک هم نداره. همین قدر نمیفهمه کادین این مردم هایی که همین اکسا زیر قدر من نصب کردیم، همین را که قدر سر دیوالا کردیم، همین چی کردن؟ چی کردن؟ برای یک امریکایی مدال چیز داده بودن؟ وزیر اکبر خانه، وزیر اکبر خانه داده بودن. اون یک کس گفت که این حالا صاحب ترزه برای فلانی امریکایی مدال وزیر اکبر خانه داده. من گفتم برای امریکایی را از طرف ما برش بگیم بسیار لوده هستی. چرا؟ کسی بود که بابا کلانای تو را زده، انگلیس ها را تکت تکت کرده. خیلی چی کنه؟ بر تو باید مدال شاه شجاع را بده، باید مدال شاه شجاع را بده. چرا که او اندیوال بابا کلان شما بود سیز نه؟ اما بسیاری وقت های مردم های بیدین اینمی عقلیت ندارن که حداقل درک بکنن که او برای داره همین کسی را که من مدالش را برشمه هم تانکیو 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 نمیده که همین کسی که مدالش هست ها؟ مثل 50 سال بعد یک حکومت بیه برای یک امریکایی مدال اسامه ابن لادن بده، یا مدال مولا محمد عمر مجاهد بده. خوش مولا تو الان بدی مدال های ازار برش میدی، مدال یگان تا لالای دیگر برش بده، مدال کارمل بده، مدال نجیب بده، مدال های زیدی ها برشان بده که چیز شده. خب مدال ها زیاد است، من آمایش ها نمیگیر گمش خطر. مدال خود برش بده، یک در از خود یک مدال اک برش بده. از این خاطر انتشار دیگه افتومی علت که بود در آغاز که بود در آغاز عثمانی ها عقیده چی بود؟ عقیده توحید است، یکتا پرستی هست، ربوبیت الله، الوهیت الله، اسماء و صفات الله. تا زمانی که اینا عقیده درست داشتن اینمی توحید است که انسان به جنت میبرن، یکتا پرستی هست که انسان آماده میسازه که حکومت خوب داشته باشه. در بین عثمانی ها چی پیدا شد؟ متاسفانه حرکت های تصوفی خرافاتی. یکی از اسباب شکست مسلمان ها چی شد؟ ایجاد حرکت های تصوفی خرافاتی که اینا به نام صوفیزم آمدن در بین از اینا داخل شدن.
مثلا شعرشان چی است که ما خوار و غریبیم در این گوشه دنیا، با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. یعنی معنایش است که ما در این اتاق ذکر میکنیم سبحان الله سبحان الله، سربام امریکایی است، روسی هست، وطن روس گرفت، وطن امریکا گرفت، چی است؟ ایش ما کتم خوب و بد خلق جهان کار نداریم. درویش و فقیریم، مشم در این گوشه هر ره گذره سر زند آر نداریم. هر کس که کت مرمی زد و دواند و هر چی کند، ما دیگه قرار در غندی خیر شیشتیم. اینی حرکت هایی که در بین از اینا پیدا شد که به نام حلول هست، اکثرا متأثر به چیز شدن. تصوف که از ببینین سه بخش داره تصوف. در آغاز که بود متصوفین کسایی بودن که اگر تصوف میگفتن به معنای زهد و تقوا و ایمانداری بود. از این خاطر امو کلانای از اونا رو در اوائل کسایی که مثلا در تصوف اترا بودن دیگه، یا چی میکردن؟ مردم های خوبی بودن در اول، که یعنی فقط منظور از تصوف به معنای زهد و تقوا بود. اگر یک نفر میگفت من صوفی هستم به معنای ازی که خوب عقیده داشت، در ربوبیت الله مشکل نداشت، در الوهیت الله مشکل نداشت، در اسما و صفات الله مشکل نداشت، ولی میگفت که چرا خیش خود صوفی میگم، حالا تقوا میخوایم، تقوا خوب است، خانه تو باید داشته باش. امامی صوفی باز خوب، اول مجاهد بود، اول در صف جهاد قرار داشت، اول در مقام دیگه. پس آن تصوف آمد. مرحله دوم تصوف وقتی که پیدا شد، بازبین تصوف صاحب شوله و سمنک و رقص و عطن و یما یمای خوب رسول زما و اینگه پا داخل شد. باز اینجا تصوف از حالت سنیش برآمد، ایره باز به نام تصوف بدعی میگن، که باز اینجا بدعت ها داخل شد، حرکت های دیگه داخل شد در بین تصوف، که این هم یک تعداد خوبی های خودش، یک تعداد مشکلات خود داشتن دیگه، سرش علما انتقاد میکردن و به نام بدعی میگفتن. پس آن سومین مرحله که باز تصوف مرحله خود تاریخ است، اما تو هر تاریخ خود تیر میکنن. سومین مرحله ما تقریبا یک سال مکمل تصوف خواندیم با استادی که ما را درس میداد، یک عالم بسیار عمیق، دکترا داشت، و تو متعصب هم نبود، نه متصوف متعصب بود، نه مثلا سلفی متعصب بود، بلکه یک عالم بسیار خوب بود، حتی نظریات از کتابهای چیز استنباط میکرد و بعض اقوال از علمای متقدمین متأخرین و حتی از مستشرقین. بر ما یک سال امیستاد درس داد، بازی مراحل او بر ما بیان کرد. باز گفت که مرحله سومه که باز آمد، مشکل ای پیدا شد که متصوفین خیستن و گفتن که ما میخواییم که کل ما زیر یک چتر زندگی بکنیم. چه قسم زیر یک چتر زندگی بکنیم؟ که باز هندو و مسلمان و فلان و فلان کلگی هم یک جای باید باشن. بعض اعتقادات نصرانیت داخل از اینا شد به نام وحدت الوجود و وحدت الشهود. مثل که نصرانی ها چی میگن؟ مثلا نصرانی ها میگن که عیسی علیه السلام میگن اصلا ناسود بود، انسان بود، باز بالاخره به چی مبدل شد؟ به لاهوت، به الله مبدل شد. اینی عقیده را نصرانی ها در قسمت عیسی علیه السلام دارن. متاسفانه امی عقیده داخل شد در بین متصوفین و بعضی از افکار مثلا که گفتن که این فلانی انسان است، این ناسوت است، بازی به چی مبدل میشن؟ به لاهوت مبدل میشن. اینی قسمت است که باز این اعتقادات متاسفانه، اینی تصوف متصوفین افراطی و خرافاتی که حتی اینی اعتقادات شرکی و کفری هست. ما وقتی که بحث میشه که تصوف مخالفت میشه، این قسم سومی هست که اینو تو اعتقادات خطرناک دارن. اما این که مثلا اگه نفر صوفی میباشه و تقوا میکنه و ذکر میکنه و عبادت میکنه و مطابق شریعت اسلامی هست، که تزو کس مخالفت نداره، نام تا هر چی میمانی، نام که در نام کس ما جنجال نمیکنیم. لکن مشکلی است که باز وقتی که ای آمد شروع شد، مثل که یکی از شاعرای از یا سعی کنین ایره ما نمیم تومت نکنیم، یکی از شعرهایشان است. من خودم چون ما از خانواده متصوفین هستم، یه دیگه صوفی ها خود مرید هستن. یک روز یک کسی گفت، من لالای پیرخانه بود، ما پیرخانه هستیم، لیکن وقتی که فهمیدیم که نه، در اینجا بعضی مشکلات است، ما خود از اون مشکلات خلاص کردیم، از اونو اعتقادات باطلش خلاص کردیم. اما تقوا و زهد و ایمانداری و تقوا و گپاش خواز آدم ترک کرده نمیتونن. به هر صورت اونجا برام مثلا استاد چی درس میداد؟ یکی از اشعارشان همین خطرناک بود که میگفت که دوش رفتم به خرابات و مرا راه نبود، هر قدر نعره و فریاد زدم کس نشنود، یا نبود هیچ کس از باده پرستان بیدار، یا که من هیچ کسم در نگشود، نیمه شب شد نعره ام سوی ملکوت. یعنی یک نفر است میگه من رفتم در خرابات داخل شدم، این منطقی که است عالی قصه را میکنه که اینجا چی گپ است، میخوای حقیقت شو بیان بکنه. میگه
یا نبود هیچ کس از باده پرستان بیدار، یا که من هیچ کسم در نگوشد. نیم شب شد، نهله هم سوی مرکول برسید. میگه بالاخره من چی خزم که او مردم واز کنیم دروازه را، هیچ کس نید که این دروازه خرابات برای من چی کنن؟ واز کنن. نیم شب شد، نهله هم سوی ملکوت برسید. رندی از دانه در آورد، سر و رخ بنمود. گفتمش در بگوشای. میگه من برش گفتم او برادر، یک نفر از کلکین صدا کرد. گفتمش در بگوشای. گفت برو یا و مگوی کن در این مرز کس از بحر کسی در نگوشد. گفت اینجا تو جایی است که کس برای کس دروازه را واز نمیکنه. تو اما تو آدمی که خوب سما باشی، خود به خود اما تو کامپیوتری دروازه برای چی میشن؟ واز میشن. اما اینجا کس برای کس دروازه، این نه مسجد، اینجا باز بگه این نه مسجد که به هر لحظه درش بکشایی. این خوب مسجد نیست که تو هر وقت دلش درش باز کنی که تو بیراهی و اندر صف پیش آیی زود. این خرابات مغان است، در او مستانند شاهد و شمع و شراب و شکر و نای و سرود. این خرابات از دبین از این شاهد است. شاهد چی مانست؟ یعنی بچه های خوب آمد برهنه روی شاهد و شمع است. در اگر او طلاک میدنی شمع یا عاشقی که تو سر میزکای میشه، شاهد است، شمع است، شراب است. فهمیدی؟ شاهد و شمع و شراب و شکر و نای، ساز است، موسیقی است، نای و سرود. هرچی از جمله آفاق در اینجا حاضر، اینی مشکل است. هرچی از جمله آفاق در اینجا حاضر، هندو و هرمزی و مؤمن و ترسا و یهود. یعنی اینجا در خرابات کی است؟ هندو هست، مؤمن هست، هرمزی هست، ترسا یا عیسایی رو میگه، نصرانی هست، یهودی هست. باز تا آخر برش یک درس میده. گر تو خواهی که دم از صحبت اینان بزنی، خاک پای همه شو تا که بیابی مقصود. خاک پای یهود شو، خاک پای نصارا شو. اینی در این صورت است که باز بالاخره باز این مرحله سوم تصوف است که باز این مرحله شرکی میگن، که اکثرا اختلاف ما با امرای اینی مرحله سومی است. کت دومی به حساب بدعتش مشکل داریم. میگن بیادر دولتا و سرنایتا و شولیتا و یلوایتا و شول شرینتا و این چلنشینی و اینی بدعتهای تو وسو کو. خود تو مسلمان هستی، خود بدعتکار هستی. اما بازی سیومی که از بازی ها خطرناک هستن، بازی ها بیخی اینی عقیده است که بازی را اگر شما خواستیم سرش بحث بکنیم که چی است؟ وحدت الوجود است و وحدت الشهود است و باز حتی توحید تقسیم کردن. شما کتاب چیز را بخوانین، شما کتاب مثلا شرح عقیده تحاویه از علامه ابن ابی العز حنفی است. این عقیده احناف است. متاسفانه بسیاری کسا خود حنفی میگیره، عقیده احناف یاد نداره. عقیده احناف که در کدام کتاب است؟ در کتاب شرح عقیده تحاوی علامه ابن ابی العز حنفی است. او باز همین موضوع را او تشریح میکنه و او باز یک موضوع را باز میگه که باز مشکل ای پیدا شد و عقیده صحیح احناف تشریح میکنه که عقیده صحیح است، که توحید به نزد علمای احناف، علمای متقدمین، باز توحید تقسیم کردن، توحید ذات ربوبیت است، توحید الوهیت است، توحید اسماء و صفات است. اینی سیقش متقسم. باز یا کسان پسان باز آمدن توحید تقسیم کردن که نه، یکی توحید عام است، یکی توحید خاص است و یکی توحید خاص الخاص است. متوجه شدید؟ این بسیار خطرناک است. توحید عام میگه کدام کس؟ میگه توحید عام امت اسلام است، توحید پیغمبر است. پیغمبر هم در جمله عام میره. یا کسایی هستن که به قرآن و سنت چی هستن؟ ضرورت دارن. این توحید عام است. این ما و شما عوام الناس هستیم. پیغمبر هم در عام. خیلی توحید خاص کدام کس؟ میگه توحید خاص توحید کسی است که ولی به مرحله میرسه که باز دروازه غیب برش باز میشه. بازی خودش دیگه ضرورت باز به پیغمبر نداره، ضرورت مثلا به وحی نداره، ضرورت به یا نداره، باز خودش دروازه برش واز شده، باز خودش جنت ها میبینه، دوزخ ها میبینه و همه چیز ها میبینه. سر قبر که تیر شد میفهمه در داخل قبر چی گپ است. فهمیده؟ یعنی باز میگه او میفهمه. ما میگه غیب خو غیب است. میگه نه، ای ولیس برای زی غیب نیست. بازی غیب هم ایران میفهمه. دیگه باز میفهمه که در جنت چی گپ است، میفهمه که در آسمان ها چی گپ است. این مرحله دوم است. این باز توحید چی میگن؟ خاص میگن، که برای کلگی نیست، برای خصوص است. باز یک توحید دیگه به نام خاص الخاص است. این بعضی از تفاسیرشان است. شما ما از تفاسیر متصوفین مطالعه کردیم، اونا باز خودشان. علامه ابن ابی العز حنفی فقط همقدر بسیار کم بحث میکنن. باز تفاسیر از خودشان بازی رو تشریح میکنن. باز توحید خاص الخاص کلام یکی است. باز توحید خاص الخاص اونو هست که ای فقط میگه مربوط به الله هست. ایره بنده نمیفهمه. ای توحید مربوط به الله هست. خی بنده چه قسم میفهمه؟ میگه بنده وقت میفهمه که باز بنده از ناسوت برایه،
از انسانیت برای بازی به چی مبدل شوه؟ به لاهوت مبدل شوه، خودش جزی از خدا شوه. بازی او توحید اون وقت درک میکنه. حضرت مولانای روم هم در قصه موسی و چوبچکن باز آخرش بیان میکنه که امون نفره که باز موسی علیه السلام پیشش میره، باز برش میگه که ناسوت ما چی بود؟ لاهوت بود. موسی علیه السلام میگه برو موسی، حال ما از گپا برآمدیم، حال ما خودم چی شدیم؟ خودم علیاذ بالله به لاهوت مبدل شدیم. حال میگه ما به سدرت المنتها رسیدیم و از سدرت المنتها صد هزاران سال آن سو بگذاشتم. یعنی ما هدف ما برادرای محترم، ما خود درس میدیم جنگ فکری و اینجا مسائل چیز رو تشریح میکنیم. هدف ما این نیست که ما کس را توهین بکنیم یا تحقیر بکنیم کلگی چیست، لیکن واقعیت اینه میگه پس. پس کسی که باز این قسم عقیده داشته باشه که یک انسان از مرحله ناسوت میبره باز خودش اله میشه، مثل که از این می جرعه منصور دادن ان الحق میزد و خمار شد مزده، باز میگه که از این جرعه که از جرعه چی بود که یعنی لاهوت شد دیگه. باز میگه در این چپن کس میگه بغیر از الله کس دیگه نیست، یعنی ما خدا گشتیم. از این خاطر باز علمایی را گرفتن تکفیر کردن و او منصور به نام مرتد ایره باز اعدام کردن. اینا ولی خود تاریخ هست، این واقعیت ها هست. اینا ما میگیم که دوستای عزیز اگر کس با می عقیده اگر نمیفهمه بفهمه، اگر کس حداقل اگر این عقیده رو داشته باشه، ما هدف ما توهین کس نیست، لکن واقعیت اینه می هست که در بین کتابایشان و در بین چیزایشان هستن یکان تا دوستا هستن، وقتی برشان حق بگویی خودشان هر چیز که میگن میگه والا صف شما وهابی هستین. چرا وهابی هستین؟ به خاطر که لاهوت و ناسوت قبول نداریم. وهابی خود دوستی، وهابی خود دوستی که تو اگر منظور از وهابی کافر باشه، کافر تو شدی با این میگه که تو انسان از درجه چیز میکشی به چی میبری؟ از ناسوت، از انسانیت میکشی به لاهوت میبری و بازی رو توحید و خاص الخاص میگی. و یا ما تو گپ نیست که ما تهمت سرتان کرده باشیم یا گفته باشیم، اید کتابایتان در بین کتابایتان هست، کتابایتان باز بکنین و سیل بکنین و حداقل فکر بکنین که آیا امی درست است یا اشتباه است. درست است، اینه ما هم یک وقت در این همه تو مشکلات و اشتباهات وجود داشت، بعضی اعتقادات نادرستی که مثلا همین شعرها رو ما حفظ میکردیم، همین شعر سه که ما بسیار شعرهایشان رو حفظ دارم سه است نه، شعر شما کامل از قصیده رو میخوانیم که ثواب داره شعرها، لکن پسان وقتی که فهمیدیم خود ما توبه کردیم، گفتیم یا پروردگارا ما بد کردیم، ما اشتباه کردیم، ما غلطی کردیم، همین عقیده درست نبود، عقیده توحید درست آمدیم و خود ما درس توحید حقیقی رو شروع کردیم. پس این هدف توحید کس نیست، بلکه مشکل است. یکی از مشکلاتی که سبب سقوط خلافت اسلامی شد ایجاد حرکت های چی است؟ خرافاتی هست. و این خرافات در ترکیه تا این امیل دوام داره. امیل در مدرسه های ترکیه که در ترکیه بیرینه، در ترکیه بیرین، ما اونجا وقتی که رفتیم کلان مدرسه هایشون رو سر کردیم. اوتو نیست که ما مثلا سر یک موضوع تحقیق میکنیم و تو از دور دیگه دوربین گرفتیم باز گپ میزنیم. نه خیر، من بالفعل در مدرسه های ترکیه در 5 ولایت ترکیه خودم ما رفتم، در داخل مدرسه هایشان، کت رئیس هایشان و من تصویر هایشان هم دارم، خودم هم کتشان ششتیم و ما رو بسیار احترام کردن، چای هم دادن، نار هم دادن. باز وقتی که است چی است؟ در مدرسه ترکیه که بری قرآن شریف حفظ است، حفظ لفظ قرآن است، خلاص لفظ. ای که مانایش چی میگه؟ میگه مانایش نمیفهمه. میم خوش شما چی میخوندین؟ صاحب ما کافیه میخونیم، ما صاحب یک کتاب میخونیم. من فقط فکر میکنم قرآن از اونا کافی است. خب کافیه کتاب به نحو ضرب زید و امرا، فقط قواعد است، الکلمه لفظ و دی علی معنا مفردن و مفردن و مفردن اینمی ایره درس میخونن. ما برشون میفتیم کو که تفسیر میخونن؟ نه باز که ایره خوان باز خود به خود یاد میگیره. حدیث میخونن؟ نه صاحب حدیث نمیخونیم، حدیث نمیخونن، تفسیر قرآن را نمیخوان، فقط چی را میخوان؟ اورم چند تا کتابا و سیستمایی که خودشان هم کلناشان برشان جور کردن، فقط هم گادیگه که دو اسپه واره. دعوت هم در کجاست؟ نماز هم در کجا؟ در داخل مدرسه. اونجا مسجد جامع است، کس به نماز جماعت خونجا نمیره، کلگی نماز جمعه خدا دمی چیز میخوان، داخل مدرسه میخوان. یک دانه یک ریشکش کل خوب اومد تو ریشک چپ تراش نکته یک زدگی است، یک دانه چپن، یک دانه لنگی در اینجا ماندگی است. بازوگاه که در کلی خود میمانه، باز چپنه که میپوشه، باز میخی در سایی برو موجه تبلیم میکنه. و تو دعوت که برش بویی که زن لچ هست یا برهنه هست یا فلانی هست یا فلانی هست، سرزا هیچ خلاص امر بالمعروف و نهی عن المنکر یگپا وجود در روی سرک یگپا
نیست دیگر. از این خاطر اونم حرکت های خرافاتی امیال هم است. ما را به زور کش کردن می بردن سر قبرستان. این قبر حلمی پارچه است، حلمی مولوی صاحب حلمی است. ما گفتم مولا حلمی است یا به حلم است یا چطور است؟ حال ما خوشی است. دست آنها بالا که ما گفتم ولی ما در قبرستان دست خدا بالا مولا نمیکنیم. السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین و المسلمین، غفر الله لنا و لكم، انتم السابقون و نحن اللایقون. کل شاگردان میان سر بازم میگه پیش روی قبر سادسان که ای حلمی باشه چطور که پیسه یخشی و مچم میمانا یخشی و ما گفتیم ایش از امی حلمی باخشی نه بر ما پیسه بده نه بر ما برکت بده نه هیچ بده ما بیخی چیز. از اموج رفتیم امون دعای مسنونه را کردیم گفتیم پروردگار یا میموره ما میموریم. این امی ادامه از اونمو هست، اونمو سیستما تا امیاله و یکی از اسباب سقوط خلافت اسلامی داخل شدن خرافات در بین مسلمان ها شد. مسلمان ها تکت تکت شدن، الا تو وهابیستی و الا تو پنج پیریستی و الا تو مسلم فلانی هستی. حال خیلی چی هست وقتی که قرآن درس ندی؟ اول اگه قرآن درس بدی وهابیستی، اگه صحیح البخاری درس بدی وهابیستی، اگه صحیح مسلم بگی تو وهابیستی. خیلی چی کنیم که ما وهابی نشیم؟ فقط اینه میخوام بشنو از نایشون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند که از نایستان همونه او را هم خواندیم او را هم خواندیم. بلخه اصل قرآن از این شان خواهی نمی هست دیگه چیز اونا بالاخره سه به اینی مشکلات و چیزها بودن. بالاخره خلافت اسلامی را چی کردن؟ سقوط دادن. دیگه اسباب از سقوط خلافت اسلامی اسباب دیگه شه انشاءالله باز در هفته آینده ادامه میتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.